اگر بگیم که خب موضوع مشخصه، در واقع اعتراض مردم به سیاست هایی است که به این خوشسالی منجر شده، باز طرف دیگرش مشخصا حاکمیت هست، معترضانی که مردمی هستند که هر از چندی مشکلات خودشون رو خیلی مسالمت آمیز بیان میکنن و تا بهشون سرکوب اعمال میشه و ناراضی میشن میگن ببینید چگونه با ما برخورد کردن. تا کجا این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد؟ یک موضوعی هم در نظر داشته باشیم، سه روز دیگه قراره که جمهوری اسلامی ایران بر سر میز مذاکرات احیای برجام بشینه. تمام مشکلات در داخل ایران رو جمهوری اسلامی گره میزنه به این تحریم ها. خوشسالی با توجه به مسائلی که هست چه پاسخهایی از این دست میتونن داشته باشن برای مردم؟ بله خب البته بستگی داره، خیلی وقتا وقتی که به سودشون هست، از جمله خود علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مدعی این بودند که تحریم‌ها هیچ تأثیری نداره و اساساً نمیتونه روی وضعیت کشور تأثیری بگذاره. بعد گاهی اما میان صحبت از این میکنن وقتی مشکلات پیش میاد و طبیعتاً توانایی حل مشکلات رو ندارن، اون رو متوجه دشمنان میکنن و تحریم ها و مسائلی از این قبیل. این برمیگرده به اون سرشت مسئولیت ناپذیری که در جمهوری اسلامی از صدر تا ذیلش وجود داره. شما ببینید یک مورد آیا میتونید پیدا بکنید، یک مورد که رهبر جمهوری اسلامی که هم در بر روی کاغذ و هم در عمل بیشترین قدرت رو در اختیار داره و در نتیجه بیشترین مسئولیت رو در قبال یکایک اتفاقاتی که رخ میده، آیا پذیرفته مسئولیت یکی از اتفاقات رو، مسئولیت یکی از این همه ویرانی ها و خرابی ها رو، مسئولیت یکی از این جانباختن شهروندان ایرانی رو، از واکسن و کرونا گرفته تا سرکوب و کشتار و هر آن چیز دیگر؟ خب این در واقع از همون بالا تسری پیدا میکنه به پایین. هیچ کس هیچ نوع مسئولیتی رو نمیپذیره، همه دیگری رو نشانه میگیرن. اگر بتونن در جنگ های جناحی و منازعات داخلی و خودشون طرف مقابل رو مسئول معرفی بکنن و اگر کار خیلی بیخ پیدا بکنه، به جاهای باریک بکشه، خب دیگه اون وقت کلا مردم رو مقصر میدونن و بعد هم دشمنان خارجی رو. خب این شیوه سلب مسئولیت فقط نشان دهنده این است که راهکاری و راه چاره‌ای برای حل مشکلات وجود نداره، یا اساسا به یک معنا دغدغه این رو ندارن که بخوان حل کنن. مسئله فقط مسئله زیست محیطی نیست، مسئله آب نیست، که البته همونطور که آقای خسروی گفتن و آشکار مسئله جان همه انسان هاست، ولی مسئله فقط مسئله زیست محیطی و آب نیست. شما نگاه بکنید، فرض کنید که بازنشستگانی که نمیتونن حقوق بازنشستگی خودشون رو دریافت بکنن، وقتی دست به تجمع میزنن میبینیم که پدران و مادران ما، پیرمردان و پیرزنان چگونه مورد ضرب و جرح قرار میگیرند، که واقعا خب در کمتر جایی از جهان میشه نمونه های مشابهی براش پیدا کرد. کارگران وقتی به حقوق معوقه خودشون اعتراض میکنن به همین شکل، معلمان وقتی اعتراض میکنن به همین شکل، عدالت خواهان اونهایی هم که فعالیت سیاسی میکنن که دیگه به طریق اولا مورد سرکوب قرار میگیرن. بنابراین مسئله اساساً محدود به یک بحران و دو بحران نیست. بحران است در آمده از ناکارآمدی که در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه است. حتی واقعا میشه گفت که با توجه به شرایط بین المللی، ما حتی در دوران قاجار هم با این میزان از بیکفایتی و ناکارآمدی مواجه نبودیم. چون اگر در اون زمان نیروی باسواد تحصیل کرده و متخصصی وجود نداشت، امروز وجود داره. امروز میانگین تخصص در جامعه به مراتب بالاتر از آن چیزی است که در حکومت جمع شده، اما میبینیم که در واقع به چسبیدن به منافع گروهی چگونه سرنوشت کشور رو به مخاطره انداخته.